تو انتخاب یک کلیک. ایران زایی است که از نظر حکومت مرکزی تنها یک قوم در آنجا زندگی می کند. قومی به نام فارس که باید همه امور را در دست گیرد. گویا این قوم از طرف خداوند نازل شده و باید در این جغرافیا خود فرما باشد. تمامی محورهای انتخاباتی ایران چه در زمان پهلوی ها و چه در زمان حکومت فعلی به یک نقطه بست می شود. در روزهای آینده در چنین جغرافیایی دو انتخابات در پیش رو است. انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهرها. از نظر ملت‌های غیر فارس تمامی این انتخابات در این جغرافیا نمایشی بوده و صرفاً جهت بگاه حکومت فارس می باشد. حکومت ایران با شیادی تمام سعی دارد با ایجاد برنامه‌های مناظره در تلویزیون فارس خود مردم را به پای صندوق‌های توخالی بکشاند. صندوق‌هایی که حکم آنها از قبل توسط خود حکومت داده شده است. برای همین کار دو کلیک میزنیم. کلیک اول را به جامعه فارسی میزنیم و در دو بخش بررسی میکنیم. جامعه فارسی داخل جغرافیای ایران و جامعه فارسی خارج از این جغرافیا. در جامعه داخل حکومت با مهندسی از قبل تعیین شده سعی دارد با بروز کردن مسئله های روز در بین جناح‌های فارسی کل به اصطلاح ملت ایران که معلوم نیست منظور آنها از این ملت ایران کیست و چه کسانی هستند را با این مسئله مشغول کند. و در نهایت با نمایش حق انتخاب سریال دموکراسی را برای دنیای غرب و خصوصا آمریکا بازی کند. نمایش خود حکومت هم میداند تبل توخالی. کلیک دوم جامعه فارسی بیرون است. جامعه که به نوعی عنوان اپوزیسیون را با خود به یدک میکشند. عنوانی که بیشتر مضحکی خاص و عام است. این جامعه هم اگرچه این عنوان را با خود به یدک دارند ولی در مقوله فارس با حکومت مرکزی یکی هستند و به دنبال یک سیاست هستند. سیاستی که پانفارسیزم در آن حکم ربا باشد. آنها با طرفداری از جناح‌هایی که خود حکومت ساخته با اینف دیگر سعی دارند حکومت فارس را استاپذیر نشان دهند و معمولا از چهره‌های بنفشی مانند روحانی حمایت می کنند. روحانی که در دوره اول ریاست جمهوریش با کمال بیشرمی در آذربایجان خبر از احیای دریاچه ارومیه را داد. کلیک دوم جامعه غیر فارس و از نظر ما ملت ترک آذربایجان جنوبی است. حکومت ایران با هر ترفندی شده تا به امروز سعی کرده با استفاده از مقوله شیعه بودن ترکا آنها را در کنار خود نشان دهد و به نوعی ترک‌ها را ایرانی تر نشان دهد. و البته در این راه هم به نوعی هرچند هم نسبی باشد موفق شده است. اوضاع در داخل هم به دو قسمت تقسیم شده. گروهی که همچنان به اصلاح پذیر بودن حکومت دل بستند و مقوله شیعه‌گری را به آن اضافه می کنند و با ایده ایرانی همچنان به طبل انتخابات توخالی می زنند. اما قسمت اعظم ملت ترک حرکت ملی آذربایجان جنوبی است. حرکت ملی که با ایمان به ملت خود وارد عرصه شده و با دل کندن از حکومت مرکزی فقط راه خود را می رود و مسلم است که در چنین فضایی حاضر نیست به پای صندوق‌های نمایشی برود. کلیک آخر کلیک پررنگ. حکومت ایران که حرکت ملی آذربایجان جنوبی را صدی بزرگ در افرادگری فارسی خود می داند امسال با ترفند جدیدی وارد میدان شد و توانست گروهی را هر چند انگشت نما هم که شده باشد با خود همراه سازد. ترفند جدید حکومت استفاده از کارت ترک با نام فراکسیون مناطق ترک نشین بود. حکومت یک شبه در مجلس خود از تشکیل فراکسیون ترکی خبر داد که بیش از 100 نفر نماینده مجلس عضو آن هستند و این فراکسیون را ناجی ملت ترک دانست. و در صدر این فراکسیون کسی را گذارد که به مانند روحانی به غیر از یک رنگ هزار تا رنگ دارد. این شخص پزشکیان نماینده شهر تبریز است. بعد از فراکسیون بازی حکومت، گروه انگوش شماری از خارج نشینان پنجره‌دار را با خود همراه ساخت و شبانه روز بر تبل فراکسیون زد و توانست در داخل هم گروه معدودی را با خود همراه سازد. بعد از تشکیل فراکسیون حکومت، شماری از فعالین ملی آذربایجان به زندانهای طولانی مدت و تبعید محکوم شدند. این فعالین تنها به جرم خواستار زبان مادری خود در روز جهانی زبان مادری توسط صاحب فراکسیون بازداشت شده بودند. بعد از گذشت 6 ماه از عمر فراکسیون حکومت هنوز اسامی این نمایندگان مشخص نشده
و تنها خروجی که از این فراکسیون نصیب فالین ملی شده زندان و تبعید است با دوز خارج نشینان پنجره دار که هوای اصلاحات در چنین حکومتی را دارند. این در حالی است که خواسته فالین به زندان و تبعید محکوم شده با فراکسیون حکومت و خارج نشینان پنجره دار در ظاهر یکی است. در فارسی ایران یک ضرب المثلی هست: این حسن با آن حسن صد گز رسد.